یو چطور این بچه من تا پلیزم و خیلی خوش اومدید به پارت آخر بازی هارتس آف آیرون. بچه تقریبا براتون 7-8 پارت از بازی هارتس آف آیرون ویدیو گذاشتم و دیگه کم کم وقت خدافزی از این سری ویدیو فرا رسیده. اگه پارت قبلی رو دیده باشید، ما توی اون پارت اینجا یه تقسیم بندی های بدی رو انجام دادیم که من آف رکورد برگشتم و تقسیم بندی های اینجا رو درستش کردم. اسکورمون اونجا باگ شده بود و خب نتونستیم سهم برداریم، ولی الان بلوچستان رو داریم و علاوه بر اون یه بخشایی هم از پاکستان پاپت ماست. ولی توی این پارت دیگه باید کم کم دیگه بارو بندیل رو جمع کنیم و بریم دیگه، میدونید دیگه پارت آخره. به هر حال اولین کاری که میکنم اینه که فکشنمون رو از این حالتی که الان هست در میارم. دیگه نمیخوام چین توی فکشنمون باشه، علاوه بر اون هند هم نمیخوام دیگه توی فکشنمون باشه، پس کیکش میکنم و با انجام این دوتا کار حداقلش اینه که یکم سرعت بازی بیشتر میشه. الان دیگه اون لگ سابق رو به اون صورت نداریم. از اونور کره شمالی هم نمیخوام دیگه توی فکشنمون باشه، به دردمون نمیخوره. ژاپن هم همینطور، ژاپن رو هم از فکشن کیک میکنم و در نهایت مصر رو هم از فکشن کیک میکنم، لیبی رو هم همینطور و فکشنمون رو در حد همین خاورمیانه نگه میدارم. دیگه نمیخوام واقعا یک فکشن بزرگ و علکی داشته باشیم. همونطور که میبینید جاهایی که سبزه خاک ماست و جاهایی که آبیه در فکشن ما قرار دارم و خب این خیلی خوبه. دیگه فکشنمون علکی بزرگ نیست و جنگ های بزرگ دنیا هم دیگه به ما ربطی نداره. از اون ور بچه داریم یه فوکسی رو انجام میدیم که جز مهمترین فوکس های بازیه و بعد از انجام دادن این فوکس در مرحله بعدی ما قراره که بتونیم به یک کشور هسته‌ای تبدیل بشیم. البته الانش هم هستیم، ولی خب در حال حاضر فقط داریم انرژی تولید میکنیم، ولی خب بعدش قراره که بمب اتم هم داشته باشیم که این موضوع اعتبار ما رو در جهان میبره بالا، فوق العاده میبره بالا. از اون ور نیروهامون دارن تمرین میکنن و دیگه دارن به بالاترین سطح خودشون میرسن که خب این خیلی خوبه. ولی از اون ور قزاقستان هم هنوز توی فکشن ماست که برو بیرون عزیزم، دیگه نمیخوام، واقعا نمیخوام. فکشنی که ساخته بودیم خیلی به کمکمون اومد سر جنگیدن با پاکستان. به قطع به تنهایی نمیتونستیم از پس پاکستان بر بیاییم، ولی خب تا همین جای کار هم کافیه. دیگه نمیخوام این فکشن بیشتر از این ادامه پیدا بکنه، چون که این فکشن داره میره سمت جنگ جهانی و این اون چیزی نیست که من بخوام. اوکی، من خودم رو میخوام بکشم عقب و بیشتر از همیشه پاسدار کشورم باشم تا اینکه جهان رو به سمت جنگ جهانی ببرم. از طرفی هم باید روابطمون رو یک مقدار با ترکیه بهتر کنیم، چون الان 60% توی ترکیه نفوذ داریم و میخوام این نفوذ رو ببرم بالاتر و به نحوی پاپتش کنم، ولی خب فکر نکنم به این پارت قد بده، چون هم بازی لگه و هم کلن دیگه پارت آخره. ولی خب ما پک چیز میخواستیم به ترکیه بدیم که ردی کرد. اوکی، پس نمیخواد ترکیه حمایت نظامی ما رو قبول نکرد. ولی خب بچه، همونطور که گفته بودم برای پارت آخر همه ریسرچ های بازی رو انجام دادم و الان دیگه هیچ ریسرچی برای انجام دادن باقی نمونده و خب دهنم هم سرویس شده. فکر نکنید به این راحتی این ریسرچ رو تموم شد. واقعا سر تموم کردن ریسرچ های بازی من دهنم سرویس شد، ولی خب به هر حال تموم شد و از این ور از بخش فوکس ها بیشتر فوکس ها رو انجام دادیم و بیشتر فوکس هایی هم که باقی موندن رو در عمل انجام دادیم. برای مثال یه سری فوکس ها داشتیم که از طریق اون میتونستیم اسرائیل رو نابود بکنیم یا کشورهای عربی رو زیر فشار قرار بدیم، ولی خب ما بدون انجام دادن این فوکس ها اون کارها رو کردیم و دیگه نیازی بهشون هم نداریم. الان فقط و فقط این دوتا ریسرچ برامون موندن که این دوتا رو هم اگر انجام بدیم کشورمون
تماما به یک کشور هسته‌ای تبدیل میشه و میشه گفت دیگه امنیت ایران تا ابد تضمین میشه. از بخش آموزش نیرو نیروی آموزش نمیدم، از بخش تولید سلاح همین سلاحهایی که تولید میکردیم رو ادامه میدیم، نیاز به سلاح جدیدی نداریم، همینه واسمون کافیه و بهتره که توی انبارهامون داشته باشیمشون، چون دیر و زود به کارمون میاد. به هر حال خوبه که کشور سوپلی داشته باشه از هر لحاظ. از بخش ساخت و ساز هیچ چیزی نیاز نداریم که بسازیم، تقریبا کشور مکس و کلن ظرفیت ساخت و ساز دیگه وجود نداره. از لحاظ تجارت همینطور که میبینید کشور رو حالت فری ترید قرار داره و از این بخش خیلی چیزا داریم صادر میکنیم و ژاپن همین وسط ما رو تحریم کرد. What the hell؟ این تا 2 دقیقه پیش تو فکشن ما بود، چرا تحریممون کرد؟ یکم دیگه بگذره فکر کنم چین هم تحریممون کنه. ولی خب میگفتم تقریبا همه اون کارهایی که باید توی این سری انجام میدادیم رو انجام دادیم و هیچ کاری دیگه برای انجام دادن باقی نمونده. فقط و فقط باید صبر کنیم تا این دوتا فوکسی که داریم انجام بشن و کشور بالاخره به یک کشور هسته‌ای تبدیل بشه. و از طرفی هم بچه از این بخش میتونیم قدرت نظامیمون رو هم ببینیم که خب ارتش دوم دنیاییم که این چیز کمی نیست واقعا و فاصله کمی هم با ارتش اول دنیا داریم. چین ارتش اول، ایران دوم و امریکا سوم دنیاست. از لحاظ نیوی یا همون نیروی دریایی قدرت سوم دنیایی، از لحاظ صنعتی هم همینطور، از لحاظ جغرافیا هم باز سومین قدرت دنیا به حساب میاییم و از لحاظ اکونومی هم همینطور. و در کل واقعا تونستیم اوضاع مملکت رو خیلی خوب کنیم. الان تقریبا سال 2020 قرار داریم و اوضاع مملکت واقعا خوبه، واقعا از هر لحاظ خوبه. تبدیل شدیم به یکی از ابرقدرت‌های دنیا و تنها چیزی که مونده همین بمب اتمه که اینم دیگه انجام میشه و تموم میشه میره پی کاره. بعد از 2 ساعت شاید باورتون نشه برای این دوتا ریسرچ من تقریبا 2 ساعت بازی رو ول کردم، رفتم تا 70 روز اینا پر بشه و الان بازم حالا یه سری ریسرچ از این ور میخواد و اصلا دیگه تایم بازی جلو نمیره، باگ خورده، بدم باگ خورده و دیگه نمیشه اصلا بازی رو ادامه داد متاسفانه. و واقعا سر این موضوع ناراحتم چون نشد که کشور رو هسته‌ای بکنیم. واقعا قصد داشتم برای پارت آخر و برای اختتامیه میشه گفت کشور رو هسته‌ای بکنیم، ولی خب دارید میبینید دیگه سرعت جلو رفتن تایم بازی رو و با این سرعت نمیشه. ولی خب همین الانش هم کشورمون هسته‌ایه، ما تقریبا تونستیم خیلی از کاراش رو بکنیم، فقط الان نیازه که نمیدونم پاور آوتپوتمون رو بیشتر کنیم و این قضایا، وگرنه همه کارهای هسته‌ای شدن رو انجام دادیم و تقریبا میشه گفت کشور هسته‌ایه، فقط چند تا فوکسش مونده. ولی خب برای پارت آخر من یک سری پلان ها داشتم که قراره اون پلان ها رو اجرایی بکنیم. همونطور که میبینید اینها سرزمین هایی هستن که خب ما به نحوی گرفتیمشون، ولی خب یه سری از این سرزمین ها باید برگردن و اینکه دست ما باشن به صلاح نیست. اولین کشوری که به بازی برش میگردونم عمانه، چون به هیچ کار ما نمیاد و بهتره که به بازی برگرده ولی پاپت ما باشه. کشور بعدی که به بازی برش میگردونم یمنه، یمنم بهتره که برگرده. و کشور بعدی اماراته و بعد از اون عربستان هم همینطور. از این ور بچه ما اردن یا همون جردن رو آف رکورد گرفته بودیم و خب به بازی برگرده و عراق هم همینطور، عراق هم باید به بازی برگرده. از این ور ما بلوچستان رو هم پارت قبلی گرفتیم، ولی خب بلوچستان هم برای ما کارایی خاصی نداره و حالا فعلا باش کاری نداریم. ولی از این بخش بهتره که قرقیزستان هم به بازی برگرده و این هم نقشه پایانی ایران. تقریبا میتونم بگم به اون هدف و اون تارگتی که مشخص کرده بودیم رسیدیم و خب خراسان بزرگ رو به ایران برگردوندیم، قفقاز رو هم همینطور و بلوچستان رو هم به ایران
برگردوندیم و خب این خیلی خوبه. من تقریبا به همه اون چیزهایی که میخواستم رسیدم و البته کویت رو هم الان در اختیار داریم و علاوه بحرین و قطر که منابع نفتی فوق‌العاده‌ای هم دارن و همچنین کشورهایی که به بازی برگردوندیم مثل عراق الان پاپت ما هستن و توی فکشن ما هم قرار دارن. برای مثال دیگه عربستان سعودی وجود نداره، بلکه اسم کشور به ایرانیان سنترال عربیا تغییر کرده، پرچمشون تغییر کرده و حتی رهبرشون هم تغییر کرده. توی یمن، عمان و امارات هم همینطور و همه این کشورها الان پاپت ما هستن و همچنین توی فکشن ما قرار دارن و بهتره که روی پای خودشون وایستن. این برای خودشون بهتره، هم برای خودشون و هم برای مردمشون بهتره. قرقیزستان هم الان پاپت ماست که خیلی هم خوب، ولی برای بلوچستان با این که این مناطق رو ما گرفتیم ولی من میخوام بلوچستان رو هم برگردونم، ولی خب پاپت میخوام بکنمش. بلوچستان رو هم میدیم به پاکستان و در نهایت خود پاکستان هم پاپت ماست، پس فرق چندانی وسط نمیکنه قضیه. ولی در کل این سری هارت سافایرون سری فوق العاده عجیب غریبی بود و واقعا هم به خودم حال داد به شخصه. امیدوارم که شما بچه ها هم از این سری هارت سافایرون لذت برده باشید و الان هم برای پایان کار ما نیروهامون رو در سراسر کشور پخش میکنیم تا امنیت وجب و وجب کشور رو تأمین بکنن نیروها. البته که سرعت بازی انقدر کمه که فکر نکنم به این زودی بتونن برن و برسن به اونجاهایی که علامت میزنیم، ولی در کل این کارو من میکنم الان و ای کاش بازی خراب نمیشد، ای کاش تایم بازی باگ نمیخورد و میتونستیم بیشتر از این ادامه بدیم، بیشتر از این کارهای مختلف انجام بدیم، ولی خب شدنی نیست، واقعا شدنی نیست، چون تایم بازی باگه و اصلا جلو نمیره، نیروها حرکت نمی کنن، فوکسی که زدم انجام نمیشه و کلن تماما بازی به هم ریخته که اصلا هم درکش نمی کنم، ولی در کل همینی که هست کاریش هم نمیشه کرد. و دیگه جونم واسه تون بگه که سری واقعا خوبی داشتیم، واقعا خودم به شخص راضی بودم از این سری هارت سافایرانمون، خیلی حال داد، خیلی خوب پلی دادیم، خیلی الکی وارد جنگ نشدیم این سری های قبلی، الکی نرفتیم دنیا رو بگیریم، کارهایی که از عقل به دور هست رو انجام ندادیم که این برای من واقعا لذت بخشه. این که الان تمام همسایه های ما پاپت های ما هستن برام خیلی خوبه، خیلی جالبه و خیلی این وضعیت رو دوست دارم. و خراسان رو هم که برگردوندیم، قفقاز رو هم همینطور، بحرین رو هم همینطور، قطر و کویت رو هم همینطور. و این بود از سری هارت سافایرانمون. امیدوارم که از این سری و از این مود خوشتون اومده باشه. حتما توی کامنت ها بنویسید که دوست دارید از چه مودهای بازی هارت سافایرون واسهتون ویدیو بسازم، چون قراره که بازم سری هارت سافایرون داشته باشیم و خیلی دوستتون دارم و تا ویدیوهای بعدی، سی یو.